بنام خدا و سلام بر شما. به مجموعه خبری ساعت 8 از آریانا نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه 31 سنبله سال 1401 هجری خورشیدی است. سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر تامین حقوق زنان در افغانستان. در افغانستان زنان و دختران توسط طالبان سرکوب می شوند، اما آینده از آن کشورهای است که از حد اکثر ظرفیت جمعیتشان استفاده می کنند. نگرانی سازمان ملل از احتمال وقوع فاجعه انسانی در افغانستان. ما تلاش می کنیم تا این وخامتی را که در وضعیت افغانستان رخ داده است حل کنیم، چه وضعیت انسانی و چه وضعیت اقتصادی. افتتاح اولین قطار دهلیز اقتصادی میان چین، ازبکستان، قرقیزستان و افغانستان. با واکنش جو بایدن به تهدیدهای روسیه علیه غرب. مشروع خبرها، من داریوش احمدی هستم. رئیس جمهور آمریکا در سخنانش در مجمع عمومی سازمان ملل به محرومیت و محدودیت ها علیه زنان و دختران افغانستان شرحویی داشت. جو بایدن در اظهاراتش گفت آینده مرفع از آن کشورهایی است که از حد اکثر ظرفیت جمعیتشان استفاده می کنند و زنها و دخترها را از حقوقشان محروم نمی کنند تا بتوانند در توسعه اقتصادی و ساخت جوامع قوی مشارکت داشته باشند. رئیس جمهور ایران هم در اظهاراتش گفته است نظم که آمریکا ایجاد آن را می کند در غرب آسیا به شمول افغانستان زوال یافته است و اراده های جدید برای تغییر آن در منطقه شکل گرفته. دومین روز مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، سران و رهبران ده ها کشور جهان در دومین روز این مجمع سخنرانی های داشتند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم که سخنرانیش در نخستین روز این نشست برنامه ریزی شده بود، اما به دلیل حضور در مراسم تکفین ملکه بریتانیا در روز دوم مجمع سخنرانی کرد، در لابلای سخنانش به حقوق بشر و حقوق زنان نیز اشاره های داشت. او افزون بر اعتراض های ایران به سرکوب دموکراسی خواهان توسط رژیم نظامی برما و نیز نقض حقوق زنان و دختران توسط امارت اسلامی در افغانستان نیز اشاره کرد. در افغانستان زنان و دختران توسط طالبان سرکوب می شوند، اما آینده از آن کشورهای است که از حد اکثر ظرفیت جمعیتشان استفاده می کنند. جایی که زنان و دختران از حقوقشان محروم نباشند و از حقوق اولیه برخوردار باشند و بتوانند در توسعه اقتصادی و ساخت جامعه قوی مشارکت داشته باشند و بدون آزار زندگی کنند. امارات اسلامی بارها خواهان تعامل مثبت با قدرت‌ها و کشورهای بیرونی از جمله ایالات متحده آمریکا شده است، اما از آنها خواسته در امور داخلی افغانستان مداخله نداشته باشند. امارات اسلامی تاکید کرده است که بر رعایت حقوق همه شهروندان به شمول زنان و دختران بر مبنای ارشادات دینی و اسلامی پابند است و حق هیچ شهروند افغانستان در چارچوب امارات اسلامی ضایع نخواهد شد. بعد از آمدن امارات اسلامی حقوق تمام مردم، بالخصوص حقوق خانم ها که بیوه نمیشوند، کشته نمیشوند و حق میراث و حق مهریه و حق زندگی و حق یک انسانی اصیل که در بدلی بد داده نمیشود داره و این حقی است که بعد از آمدن امارت اسلامی به آنها داده شده و در حالی که قبل از آمدن امارت اسلامی از آنها استفاده ابزاری میشد. با این حال رئیس جمهور ایران که از سخنرانان دیگر مجمع عمومی است میگوید نظمی که امریکا ادعای ایجاد آن را می کند در غرب آسیا و شمول افغانستان زوال یافته و اراده های جدید برای تغییر آن در منطقه شکل گرفته است. به گفته رئیسی، امریکا سازمان ها و نهادهای بین المللی با عنوان ابزار فشار بر ملت های آزاد و مستقل استفاده می کند. این نظم ناعادلانه مشروعیتش را در افکار عمومی دنیا از دست داده و اراده های جدی برای تغییر آن شکل گرفته است. زوال این نظم کهنه تردید ناپذیر است. منطقه ما یعنی غرب آسیا از افغانستان تا عراق، لبنان، فلسطین و ایران سربلند موزه بزرگ زوال این نظم کهنه است.
مجمع عمومی سازمان ملل تا یک شنبه هفته آینده ادامه دارد و رهبران و سران جهان چالش ها، نگرانی ها و بحران هایی که مانع توسعه پایدار و رشد و انکشاف جهانی می شود را به نقد و بررسی می گیرد و نیز خواهان راه های حل آن در مشارکت همه اعضای جامعه جهانی می شوند. سازمان ملل متحد یک بار دیگر از وقوع فاجعه انسانی در افغانستان هشدار می‌دهد. اداره غذا و زراعت این سازمان و برنامه جهانی غذا با نشر گزارش می‌گویند در آینده نزدیک در افغانستان حدود 6 میلیون تن از رهگذر گرسنگی با وضعیت عاجل مواجه خواهند شد. از سوی هم وزیر خارجه قطر با نگرانی از اوضاع وخیم افغانستان خواستار بسیج شدن تلاش‌های جامعه جهانی برای حل مسائل افغانستان شده است. شهروندان کشور نیز که از بیکاری و ستم روزگار به سطوح آمدن میگوین با وضعیت بد اقتصادی دست و پنجه نرم میکنن. عبیدالله وری گزارش میدهد. گپ ها از آمد آمد فصل سرما. افغانستان اما در صدر فهرست چندین مهراق گرسنگی در جهان. این گونه که سازمان ملل متحد از وقوع فاجعه انسانی در افغانستان هشدار میدهد. بر بنیاد گزارش مشترک اداره غذا و زراعت ملل متحد و برنامه جهانی غذا قرار است تا ماه نوامبر سال روان میلادی حدود 6 میلیون نفر در افغانستان از رهگذر گرسنگی در وضعیت عاجل قرار بگیرند. در این گزارش که به چندین مهراق گرسنگی در جهان از نوامبر 2022 تا جنوری 2023 اشاره شده آمده است که پس از ماه نوامبر احتمالاً در افغانستان ناامنی غذایی بیشتر و مرگ میر گسترده به دلیل گرسنگی شدید و سرما افزایش خواهد یافت. این ادارات ملل متحد گفتند که زمستان گذشته در ساعات مرتفع افغانستان 20 هزار نفر با گرسنگی شدید مواجه شدند. افغانستان، ایتوپیا، نایجیریا، سودان جنوبی، سومالیا و یمن به عنوان نقاط داغ در بالاترین سطح هشدار قرار دارند. 10 میلیون تن در این کشورها در سطح فاجعه بار گرسنگی مواجهند و واقعات مرگ و میر کودکان به دلیل سوء تغذیه نگران کننده است. برای رسیدگی به این چالش ها نیاز است تا اقدام مشترک صورت بگیرد. از سوی هم وزیر خارجه قطر با نگرانی از اوضاع وخیم افغانستان خواستار بسیج شدن تلاش های جامعه جهانی برای حل مسائل افغانستان شده است. ما تلاش میکنیم تا این وخامتی را که در وضعیت افغانستان رخ داده است حل کنیم، چه وضعیت انسانی و چه وضعیت اقتصادی. ما معتقدیم که جامعه جهانی باید دور هم جمع شوند و با یک سلسله شروطی را که باید توسط رهبری افغانستان رعایت میشد با آنها پیشکش کنند تا دولت کنونی افغانستان زمینه فراهمسازی این شرایط را فراهم و یک راه روشن را برای مطابقت با آن پیدا کند. شمار از شهروندان کشور که از بیکاری و ستم روزگار به سطوح آمدن میگویند زندگی شهروندان افغانستان نباید گروگان مانورهای سیاسی باشد. آنان از جامعه جهانی میخواهند که باید فوراً برای جلوگیری از لغزش سری افغانستان به سوی فروپاشی کامل و فاجعه انسانی گامهای همه جانبه بردارد. دولت قناعت مردم به دست بیاره، دل مردم به دست بیاره و مردم کار زندگی و معیشت زندگی خود باید به یک درست به یک چیز پیش ببرن که عمر مردم دیگه چیز نمیخواد. مردم یک آرام سال صفا و آرامی باید باشن. امارت اسلامی اما بارها چنین هشدارها را رد کرده و گفته است وضعیت را با آن پیمانه‌ای که سازمان‌های جهانی نگران کننده عنوان می‌کنند نیست. در حال حاضر هم معاون سخنگوی امارت اسلامی تاکید می‌کند که به شمول پول‌های مسدود مانده افغانستان تمامی حقوق افغان‌ها باید اعاده شود. حقوق افغان ها در هر سطحی که باشه باید اعاده شوه، چه از مسدود شدن پول افغان ها باشه، چه جایگاه افغان ها در سازمان ملل باشه و همچنان کمک ها و مسائلی که امداد رسانی هست باید گسترش پیدا کنه، تقویت شوه، تحریمات برداشته شوه. با این حال آگاهان اقتصادی میگویند برای کاهش دادن فقر، بیکاری و بحران بشری در افغانستان باید شکل گرفتن زیربناهای اقتصادی مورد هدف قرار گیرد. با باور ناگاهان ادارات سازمان ملل متحد اگر به جلب منابع کمک‌های مالی با دیگر سازمان‌ها برای افغانستان کار کند تا این هشدارها پروژه هایی که پس از سرنگونی نظام جمهوریت متوقف ماندند به حرکت خواهند آمد و زمینه اشتغال زایی فراهم خواهد شد و این گونه فقر هم کماکان کاهش خواهد یافت. این یک رشد اقتصادی منفی 25 که امیدواری جبران چنین
حرکات را ایجاد میکرد که متاسفانه که او را بدتر ساخته میره. از جانب دیگه رقم 97% فقر که ما داریم و 76% بیکاری که ما داریم و 5% سطح رفاهیت که ما پایین آمده، من فکر میکنم یکی از حالتهای کاملا نگران کننده است. پیش از این برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد تخمین زده بود که بیش از 20 میلیون تن در افغانستان، حدود نصف جمعیت این کشور، با بحران شدید گرسنگی مواجهند و به فراماوری کمک های بیشتر جامعه بین المللی به افغان های نیازمند تاکید کرده بود. از سوی این هشدارها در حال مطرح می شود که افغانستان عملا با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و جامعه جهانی با سقوط نظام قبلی کمک هایشان را به افغانستان قطع کردند. اکنون صدها هزار نفر بیکار شدند و سیستم بانکی با مشکل روبرو است. ادامه خبرها پس از وقفه. ادامه خبرها. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در یک نشست بزرگ با جوانان کشور از آنان خواست تا در افغانستان مانده و با پشتیبانی از امارات اسلامی در آبادی یک کشور سهیم شوند. از سوی هم معین وزارت اطلاعات و فرهنگ می افزاید غرب در 20 سال پسین افکار جوانان را به سلیقه دلخواهشان تغییر داده است. همزمان والی کابل در این نشست از تمامی سربازان امنیتی می خواهد تا مطابق فرمان رهبر امارات اسلامی با مردم برخورد کند. نخستین نشست وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور پاسخ به پرسش های جوانان. اینجا نشست بزرگ تحت عنوان فرصت ها برای آینده درخشان جوانان با حضور مقام های ارشد امارت اسلامی، مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ و طیف بزرگی از جوانان برگزار شده است. در این نشست سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از تمامی جوانان کشور می خواهد تا در افغانستان بمانند. او په کلونو کلونو وخت ځای کړو او بیرته خپل وطن ته را روان وي. موږ باید افغانانو ته هغه فکر ولا ورکړو چې دا زموږ کور دی، دا زموږ وطن دی، چې څه زده کوو باید هغه خدمت دلته، هغه زده کړې مې باید دلته صرف شي، هغه د خپلو خلکو خدمت باید وکړای شو. هیڅ په دنیا کې داسې یو معیار برابر نه دی چې ټول ملکونه به په خپله ترقي یا په پرمختګ یا په اقتصاد کې برابر وي. از سوی هم معین این وزارت میگوید کشورهای غربی به ویژه امریکا در 20 سال پسین افکار جوانان را به سلیقه خود تغییر دادند و جوانان را از حقایق دور نگه داشتند. دلت امریکایانو پر ذهنو بندی در 40 کاله دیر زیاد کار کردی. دزمانانو فکرونه د خپل ملت سره پردی کردی، د خپل فرهنگ و د خپل کلتور سره پردی کردی. دا خبره چیزه که ما تست خپله ده جه معلومات سته. همزمان با این والی کابل که در این نشست اشتراک کرده از نیروهای امنیتی می خواهد تا از فرمان رهبر امارت اسلامی در تطبیق نظام سرپیچی نکنند. امارت په چوکاټ کې خدمت کې مجاهدین دي، دا چې د خپلو مشرانو په هدایاتو، د خپلو استادانو په هدایاتو باندې کوشش وکړي چې پر هغو باندې ډېر تمرکز ولري، خپل ذهن سازي د خپلو استادانو او مشرانو دخوا وکړي. اشتراک کنندگان در این نشست از حکومت خواستند تا زمینه های اشتغال زایی برای جوانان را فراهم سازند تا جلو فرار و مهاجرت های غیر قانونی جوانان گرفته شود. اولین قطار دهلیز اقتصادی میان کشورهای چین، ازبکستان، قرغزستان و افغانستان افتتاح شد. پس از امضای تفاهم‌نامه دهلیز اقتصادی میان افغانستان، چین، قرغزستان و ازبکستان در 19 سنبله سال جاری، اولین محموله این دهلیز اقتصادی پس از گذشت 12 روز به افغانستان رسید. مقام‌های حکومتی در افتتاح این دهلیز رسیدن این اموال تجاری را ظرف 12 روز از چین به افغانستان یک دستاورد بزرگ و بی‌سابقه می‌دانند. والی بلخ در جریان این مراسم با اطمینان دادن به کشورهای بیرونی به خصوص همسایه های افغانستان افزود که حکومت امارات اسلامی به دنبال گسترش روابط مثبت با همه کشورهای جهان است. این نخستین محموله تجارتی از چین است که پس از 12 روز با گذشتن از قرغزستان و ازبکستان به افغانستان وارد شده است.
این محموله پس از امضای تفاهم بالای دهلیز اقتصادی چین، افغانستان، ازبکستان و قرقیزستان با بندر تجارتی حیرتان در شمال کشور رسیده است. واقعاً اموال صادراتی و اموال وارداتی ما شما به زودترین فرصت میرسه. اگر از نزده سنبله به این سرما شما حساب بکنیم، واقعاً به ظرف 10 و 12 روز از کشور چین اموال تجار ما شما که به افغانستان میرسه، این یک دستاوردی بزرگ برای ما شما هست. ایجاد این دهلیز تجارتی با استقبال مسئولان محلی امارت اسلامی و تاجران مواجه شده است. مسئولان اتاق تجارت بلخ در این مراسم میگوید که این دهلیز بر علاوه کم کردن زمان واردات و صادرات روی کاهش قیمت ها نیز تأثیر خواهد گذاشت. و از لحاظ تناسب اقتصادی هم نسبت به ترانسپورت موتوری خیلی ارزان میباشد و در انتقال اموال تجارتی یک مسئولیت کامل میباشد. و ضمناً بر صادرات ما هم نقش زیادی داره و به اصلی وقت میتونه تمام همتین صادراتی ما را به کشورهای خارجی انتقال بدن. پیش از این اموال تجارتی چین از راه کراچی پاکستان و یا هم راه چابهار هند به افغانستان می آمد که در کنار حدود 2 ماه زمان با چالش های جدی تاجران را روبرو می کرد. قبلا شما شاهد هستین که کانتینرها یا اموالی که از چین وارد می شد از راه کراچی و یا چابهار تقریبا در حدود 2 ماه را در بر می گرفت که به افغانستان وارد می شد. الحمدلله با اولین قطاری که شما شاهد افتتاحش امروز بودین در حدود 12 روز از چین به افغانستان رسید. گفتنی است که این دهلیز در 19 سنبله سال جاری در تاشکند میان افغانستان، چین، قرقیزستان و ازبکستان امضا و قرارداد شد و تا 3 ماه به گونه امتحانی استفاده می شود. در ننگرهار کودکانی که به کارهای شاقه مشغول هستند میگویند که فقر و ناداری آنان را وادار کرده است که برای تامین مصارف خانواده هایشان کارهای سنگین انجام دهند. آنها از دولت خواستار همکاری و رسیدگی به مشکلاتشان هستند. از سوی هم فعالان مدنی این ولایت نیز از افزایش تعداد کودکان شاقه کار نسبت به گذشته خبر میدهند. اما مقام های محلی ننگرهار ادعای آنها را رد میکند و میگوید که به دلیل برنامه هایی که روی دست گرفتند تعداد کودکان شاقه کار کاهش یافته است. کودکان شاقه کار اینجا در جاده های شهر جلال آباد ده ها کودک دیده می شود که برای پیدا کردن یک لقمه نان حلال برای خانواده هایشان کارهای شاقه انجام می دهند. آنها می گویند که فقر و بیچارگی سبب شده است تا آنان دست به کارهای شاقه بزنند. از آنون سر روز و سخت کرده اونگه کو مجبوری ده کویا کبال دولوما دورا دی پندوش پیتر پوی کوما دی کبال که ترانه بارون اوڑو او دارون اسو و سپوریم دیر شو پی کردی دی سار نا سار وقتی را غلیو چیم نلیس کلی او بس رازو هم دقا کار کون نور کارون نشتری. از سوی هم برخی از این کودکان شاقه کار از مزد که به دست می آورند راضی نیستند و از دولت می خواهند که برایشون کمک کند. دارم مرشوی یتیم الله سر را اوزم لازگاری چلوم بس پیسی و کم پور لگم چیان خرسه و سایی بایی نرو تیوی 500 روپای کلا پاتی که گی کلا نپاتی که گی او دکومت نمگا آقا غوالو مرسته. فعالان مدنی نیز از افزایش کودکان شاقه کار نگرانی میکنند و خواستار توجه جدی دولت و نهادهای مدد رسان برای این کودکانند. پسلو که 80% زیاد شوه ده دغه خلق دغه ماشومان کده سو این باندې وګوره یو ماشوم په لاس کې لاسګاړي اغه لاسګاړي اعلان کې اغه لاسګاړي د نشه کنټرول ولې نشه جوړولای بل ورته چادر ته سودا چوي بچي دا وړي شي کنه شي وړي نو ما ورته ویل چې دا خو نشه وړي د حالات پی وړي. اما رئیس کار و امور اجتماعی ادای افزایش کودکان شاقه کار را رد میکند و میگوید با همکاری برخی نهادها برای سرپرستان مرد و زن این کودکان شاقه کار زمینه حرفه و کسب را فراهم کردند. عدد کچا رجسٹر شوید ان شاء الله الحمدلله دوی ته مونږ د کسبونو د حرفو زمينه سازي کړې ده
چې الحمدلله اوس ټول تقریبا فعلا چې کوم په دې مختلفو حرفو په زده کړو باندې بوخت دي، چې د هغوی تعداد تقریبا 2320 تنو ته رسیږي چې دوی اوس په زده کړو کې بوخت دي. در زون شرق تنها کودکان ولایت ننګرهار نیستند که مشغول کارهای شاقند، بل در شهرهای سه ولایت دیگر نیز دیده می شود که کودکان در کنار بزرگسالان مشغول کارهای شاقند. باشندگان ولسوالی فرخار ولایت تخار از تدابیر امنیتی در این ولسوالی استقبال میکنند و خواهان بازگشایی مکاتب و ایجاد فرصتهای کاری برای افراد بیکار هستند. به گفته باشندگان این ولسوالی در بخش امنیت اکنون هیچ مشکل وجود ندارد و نیروهای امنیتی با ایجاد گزمه‌های سیار و پوسته‌های تلاشی جلوه دزدی و آزار و اذیت مردم را گرفتند. مسئولان محلی این ولسوالی هم میگویند که در دو ماه گذشته هیچ رویداد ضد امنیت را شاهد نبودند و مردم در این اواخر با نیروهای امنیتی همکاری میکنند. ولسوالی فرخار تخار از ولسوالی های ناان به دلیل حضور افراد مسلح غیر مسئول به شمار میرفت که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی تا یک مدت مشکلات امنیتی پا بر جا بود، اما حالا مسئولان این ولسوالی میگویند که نیروهای امنیتی تدابیرشان را برای تامین امنیت مردم شدت بخشیدند و دیگر هیچ مشکلی در این راستا وجود ندارد. ولسوالی فرخار میگوید در این اواخر اختلاف ها میان قوم های گجر و تاجیک ها افزایش یافته بود که با میانجیگری و تلاشی آنان پایان یافته است. آمدیم الحمدلله هیچ نوع کدام چیزم نشنیدیم، به اینجا کدام گروهی هم وجود ندارد. انشالله کسی که یگان پراگنده یگان کارا میکرد الحمدلله اونا هم گم شدن، از این وطن هیچ مشکل نیست الحمدلله. کلی مردمی پرخار به ما قول عد دادن که ما هیچ نمیخوایم به نام مقاومت و به نام کسی دیگه گروه نمیخوایم، غیر از امارات دیگه کسی نمیشناسیم. با وضاحت گفته میتوانیم که دیگه لله الحمد فرخار کاملا امنیت است و هیچ شک و شبهه و هیچ چیزی از ناامنی وجود نداره. دیگر مردم مظلوم ما همیشه در خدمت امارات و امارات مجاهدین در خدمت ملت، دیگر انشالله یک صمیمیت و دیگر دوستی بین ملت و مجاهدین وجود دارد. به گفته ولسوالی، این ولسوالی مردم وعده همکاری در تامین امنیت دادند و با همکاری مردم در وضعیت امنیتی فرخار بهبودی چشمگیری آمده است. با مردم مشکلاتش در مردم اردو در اینجا هستن، حضور دارن، پلیس هستن، قماندانی، هر کس بسیار همکاری زیاد دارن. مردم امیر میخواد که از قماندانی و از ولسوالی باید امنیت ما تامین باشه، مردم آزار اذیت نباشه. ما از امارت اسلامی دیگه چی نداریم، دیگه چیزی در پاس نداریم، امنیت بسیار برابر است. دیگه یک کم یعنی قطعی قیمتی هست، دیگه کدام مشکلی نداریم، دیگه امنیت بسیار برابر است. ولی همین مکتبه را باز کنن، باشندگان ولسوالی فرخار نیز از تدابیر اتخاذ شده و تامین امنیت استقبال میکنند و میگویند از لحاظ امنیتی دلخره ندارند، اما بسته ماندن مکاتب دختران بالای صنف ششم و افزایش بیکاری از مشکلات جدیشان است. همه خیلی خوش هستیم به خاطر حکومتشان، از زمین فسق و فساد و از زمین به ایجابیت مردم داشتم و در امان است و در زمین شام یک کمی ارزانی شود که در مردم خیلی مشکل است و بار کم است. دیگه زمینه را بریم اولادای مردم مساید کنم، تحصیلات اولادای مردم را باز کنم که افسردگی و باعث خستگی مردم شده. امنیتی الحمدلله فعلا کاملا خوب است، هیچ نوع مشکل امنیتی در سطح فرخار موجود نیست. اما مسئولان محلی تخار میگویند باز شدن مکاتب از صلاحیت آنان نیست و با بهبود وضع امنیتی نهادهای امدادرسان وعده همکاری در بخش تغذیه مواد خوراکی را دادند و نیز حکومت و برخی مؤسسات وعده همکاری در بخش بازسازی در این ولسوالی را کردند. ادامه خبرها پس از وقفه. حال هم خبرهای اقتصادی. وزارت صنعت و تجارت میگوید در آینده نزدیک 18 تن جلغوزه سیاه از طریق زمینی به ایتالیا صادر خواهد شد. به گفته مسئولان این وزارت مقدار جلغوزه سیاه به زودی توسط یک شرکت خصوصی با استانداردهای بین‌المللی پروسس و بان کشور منتقل می شود. مقام های این وزارت می افزاین که صادرات جلغوزه سیاه به کشورهای منطقه و جهان در حال افزایش است.
وزارت صنعت و تجارت میگوید که در سه ماه نخست سال جاری به ارزش 19 میلیون دلار آمریکایی جلغوزه سیاه به بیرون از کشور صادر شده که این رقم در حال افزایش است. مقام های این وزارت میگویند اجرتون جلغوزه سیاه نیز توسط سکتور خصوصی کشور تا چند روز آینده از طریق زمینی به ایتالیا صادر خواهد شد. صادر میشه از افغانستان، اول میره برای ترانزیت ترکیه و از ترکیه به ایتالیا میره. تصمیم بری داریم امسال که ما بتانیم تا آخر سال بیش از 8000 تن جلغوزه صادر کنیم از افغانستان. جلغوزه یک فعلا صادر شده، قیمت مجموعی از این به 600000 دلار میرسه که به استاندارد خود اروپا پکیج و بسته‌بندی شد. پیش از این نیز سکتور خصوصی شکایت کرده بود که جلغوزه سیاه افغانستان با قیمت پایین به پاکستان صادر می شود و این کشور آن را تحت نظارت خود به بازارهای خارجی می فرستد. از سوی هم اتاق صنایع و معادن میگوید که سالانه 30000 تن جلغوزه سیاه در کشور تولید می شود و از طریق هوا و زمین به کشورهای چین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، هند و پاکستان صادر می شود. نړیوالو مارکیټونو ته بالخصوص اروپایی هیوادونو ته د افغانستان صادراتی اقلام، مهم صادراتی اقلام چې دي هغه عبارت له جلغوزه او زعفران، قالین او قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې دا له لوی ارزښت څخه برخمن دي. په دې وروستیو کې چې د جلغوزه یوه معموله د ځمکې له لارې اروپایي مارکیټونو ته ځي، دا یو ستر ګام ده. کارشناسان اقتصادی میگویند که اگر وزارت صنعت و تجارت مشکلات ترانزیتی صادرات افغانستان با کشورهای منطقه را حل کند، افغانستان ظرفیت بالایی برای صادرات از جمله میوه های خشک و تازه را دارد. قوی ظرفیتونه په افغانستان کې شتون لري، موجود دي چې کولای شي صنعت او تجارت وزارت له دې نه استفاده وکړي او د صادراتي توکو جوپی او فاکتورونه وپیژني د مختلفو اقتصادي زونونو نه، هم په اوایي سطح او هم په زمینی سطح باندې مختلفو هیوادونو ته دوی باید صادرات ولري. په دې کې کسر د بودیجې له منځه ځي، کسر د بیلانس له منځه ځي. این در حال است که پس از تغییر نظام در یک سال گذشته در افغانستان، صادرات میوه خشک از کشور به دلیل بسته شدن دهلیزهای هوایی متوقف شده است. وقفه کوتاه. ادامه خبرها. 50 کودک فقیر بی سرپرست و یتیم پس از یک دوره آموزشی از یک مرکز تعلیمی خصوصی در ولایت زابل فارغ شدند. این مرکز تعلیمی که هدفش تعلیم کودکان یتیم و بی سرپرست است، از 3 سال به این سو در قلات مرکز ولایت زابل در بخش های آموزش زبان انگلیسی، کمپیوتر، خوشنویسی و تجوید فعالیت دارد. مسئولان ریاست معارف این ولایت میگویند که این گونه برنامه های آموزشی را با همکاری مؤسسات همکار در مناطق دوردست نیز گسترش میدهند. جشن فراغت 50 کودک از یک مرکز تعلیمی خصوصی اینجا در قلات مرکز ولایت زابل برگزار شده است. مسئولان این مرکز تعلیمی میگویند که شاگردان آنها در بخش های مختلف مانند کامپیوتر، زبان انگلیسی، خوشنویسی و تجوید به گونه رایگان مشغول آموزش هستند و شاگردان پس از ختم یک بخش، بخش دیگر را آغاز میکنند. چیز موږ برنامه سیده د انګلیسی کمپیوټر خطاطی زده کړو، څخه تخمینا په دې اعداد د 50 تنو کې فارغین لرو. درېمه دوره مو فراغت غونډه ده. ډېری زده کوونکي به زموږ پر یوه وخت له انګلیسی کمپیوټر او تجوید څخه فارغېږي. ډېری زده کوونکي چې د خطاطی زده کړې کوي، له هغه وروسته د دوی د انګلیسي زده کوونکي هم دي، له هغه څخه فارغېږي. مسئولان این مرکز تعلیمی همچنان از گسترش فعالیت های این مرکز خبر می دهند و می گویند که در آینده شاگردان زیادی را در بخش های ذکر شده جذب خواهند کرد. از موش به ننانی پراغت گونده کشی در شاوخا 50 تن از دکون که فارغین دی چی راتلون که کشی از موش در راتلون که پراغت گونده دی از دکون که تیداد با ممکن در طول دپارتمنتو در اتیا کسان پرو برسی. در همین حال رئیس معارف زابل از بزرگان قوم و علمای دینی می خواهد که فاصله میان مدرسه و مکتب را از بین ببرند و اطفالشان را به آموختن علم تشویق کنند. که بیا له ټولو څخه به غوښتنه لرم چې په دې دوه شانو کې ته یې همکاري راسره وکړي، لکه د مکتب او د مدرسې په مابین کې واټن ختمول، فاصله ختمول یوه، او زموږ ښوونځیو ته
مکاتب او ته او مدارس او ته خپل بچان راولېږي. دا تاسو کولای شئ قومي مخورو، دا تاسو عام خلکو، دا تاسو د شاګردانو والدینو تاسو کولای شئ. مسئولان و شماره از باشندگان زابل میگویند که در رژیم گذشته به بخش معارف پروژه های انکشافی و ساختمانی در این ولایت کم توجهی صورت گرفته است، اما اکنون دولت و موسسات همکار توجه بیشتری به این ولایت دارند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر بر عزم کشورش برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد و گفت که در کنار زنان شجاع و معترضان ایرانی ایستاده است. همزمان رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل از مواضع آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال ایران انتقاد کرد و خواستار محاکمه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در پیوند به ترور قاسم سلیمانی در عراق شد. حمایت رئیس جمهور امریکا از اعتراضهای مردمی در ایران. جو بایدن میگوید در کنار زنان ایرانی که برای حقوق اولیهشان تظاهرات میکنند ایستاده است. ما در کنار شهروندان و زنان شجاع ایرانی که برای حقوق اساسیشان میجنگند میستیم و همواره از حقوق بشر در داخل امریکا و دورترین نقاط جهان و حق همه انسان ها برای بیان اعتراضشان به شکل مسالمت آمیز دفاع خواهد کرد. همزمان ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل بدون نام بردن از مهسا امینی واکنش های بین المللی به جان باختن او را ناشی از استانداردهای دوگانه خوانده است. موضع گیری های متنوع و متعدد در قبال یک رخداد در حال بررسی در جمهوری اسلامی ایران و سکوت مرگبار درباره قتل ده‌ها زن بی پناه در مدت کوتاهی در یکی از کشورهای غربی است. تا زمانی که این دوگانگی پابرجا باشد، حقوق بشر از گزند نقض‌های مکرر در امان نخواهد بود. رئیس جمهور ایران همچنان از مواضع آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال کشورش انتقاد کرد و خواستار محاکمه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در پیوند به ترور قاسم سلیمانی در بغداد شد. او گفت رسیدگی عادلانه قضایی به جنایتی که ترامپ با آن اعتراف کرده خدمت به انسانیت است. رسیدگی عادلانه به جنایتی که رئیس جمهور سابق آمریکا با آن اعتراف کرده خدمت به انسانیت است. تا از این پس ظلم زبون گردد و عدالت سربلند باشد، ما اجرای عدالت و محاکمه آمر و مباشر شهادت سپهبد قاسم سلیمانی را از طریق دادگاه عادلانه تا حصول نتیجه قطعی دنبال خواهیم کرد. سخنرانی رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی در حال بیان شده است که اعتراضات مردمی در ایران در محکومیت قتل مهسا امینی وارد ششمین روزش شده است. اعتراضهایی که بعد از جان باختن مهسا امینی آغاز شده و با برخورد جدی نیروهای امنیتی در ایران سرکوب شده و تاکنون دست کم 8 تن کشته شدند. از توجه و همراهیتون به مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزارم. خبرها در همین جا به پایان می‌رسد. خدا نگهدار.